خسته نباشید شنوندگان عزیز. بازی که در نیمه اول با هم یک جا مرور کردیم، بازی فوق العاده جذاب بود. حنجره مک افتاده. بازی جذاب بود بین تیم فوتبال ابو مسلم و تیم فوتبال عینومینه کندهار، بازی که پای دنبال شد و در نهایت تیم عینومینه کندهار بازی را به دلیل پنالتی که دریافت کرد در نیمه اول در آخرین دقایق واگذار کرد. گرچه تلاش ها جریان داشت ولی خب نتونستن به گل برسن ابو مسلم فرا. حالا در نیمه دوم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. کمی کوتاه در پیوند با بازی امروز صحبت بکنیم با منصور حسینی که کنار ما قرار بگیره، آگاه فوتبال که همیشه در کنار ما بودن. حسینی صاحب سلام، خسته نباشین. بازی رو خودت از نزدیک دنبال میکردید، چطور بود بازی؟ بسیار یک بازی دلچسب بود. تبریک دیدم. کم مایک بلندتر لطفا. امروز روز جمعه است، دیدیم که تماشاگران نسبت به روزهای دیگه بهتر بود. جذابیت بازی ها روز به روز بیشتر شده میره. با آمدن بازیکن های خارجی دیدیم که بازی ها هنوز دلچسب شد. هتریک بازیکن مانوئل امروز نایجیریایی را امروز دیدیم، یک بازی بسیار خوب بود و بسیار خوشحال هستیم که فعلا در افغانستان به این سطح بازی ها برگزار میشه. به امید یک آینده بهتر هستیم. آقای حسینی، موضوعی که خیلی جالب بود بازی اول، در نیمه اول ابو مسلم با وجود که ستاره های پرشماری داره، بازیکنایی که تازه خریده، سه بازیکن پاکستانی را، هر سه بازیکن خود را در ترکیب داشت ولی نتونست که به عینومینه کندهار ضربه وارد بکنه. فکر میکنه نقطه ضعف ابو مسلم چی بود در نیمه اول؟ با آمدن بازیکنایی که دیدیم بازیکنای خارجی است، تیم های مقابل هم حال بیشتر روحیه گرفتن و میخواین مقابله را نشان بتن و نشان بتن که با تیم‌ها هرچه قوی تر میتونن شون. اما تیم‌های بازیکنای افغانی ما میبینیم حال در سطح بالای بازی میکنن، طوری که شما دیدین بسیار مقاومت خوب از تیم عینو مینه قندهار دیدیم که بازم نتونستن. درازبان گل گرفت اما بازم بسیار به مشکلات یک گل دریافت کردن. حرکت بسیار خوبی بود و ما بازی عینو مینه را بسیار خوش کردم. امروز بسیار یک بازی خوب انجام دادن، مقاومت نشان دادن با اینکه بازیکن ابو مسلم بسیار در سطح بالایی هستند. بازیکن ابو مسلم هم بسیار یک بازی خوب از خود به نمایش گذاشتن. میبینیم رقابت بین اتک انرژی ابو مسلم روز به روز بیشتر میشه و همی باعث میشه بازی هم جذابتر میشه. یک چیز حسینی صاحب، با توجه به بازی امروز و قبلی که دیدین، فکر نمیکنین که تفاوت های ایجاد شده و تنها اتک و تیم فوتبال بیا کنار ما قرار بگی اینجا وسط، آفرین، فکر نمیکنین که تنها اتک و ابو مسلم مدعی عنوان قهرمانی باشه؟ یعنی تیمای دیگر هم هستن که به عنوان مدعی خود نشان بتن. تیمای دیگه هستن، خب باز اتک ابو مسلم با داشتن بازیکنای خارجی و بازیکنای قوی که دارن میتونن که اینجا حسابش کنن کنار ما. آفرین آفرین. بازیکنای اتک انرژی دیدیم، بازیکنای ابو مسلم بیشتر مدافع عنوان قهرمانی هستند. اما بازم امید داریم که بازی ها بهتر برگزار شود، تیم های دیگه هم خود نشان بتن، شاید یک رول داشته باشه در آینده بر تیم ملی ما که بتانن از این بازی و از این بازیکن ها بر تیم ملی ما بازیکن های بهتر انتخاب شد. ما بتانن. اما بازی امروز با توجه به بازی نیمه اول خیلی کوتاه بگنید، چند پیش بینی میکنید؟ بازی امروز به نظرم به نفع ابو مسلم شاید 2-0 شود. خیلی زیاد تشکر حسینی صاحب، موفق باشید. صحبت های کوتاه از منصور حسینی، کارشناس فوتبال، شنیده که همیشه در برنامه های ورزشی با ما بودن. بریم به سمت یک وقفه، بعد از وقفه برمیگردیم و هستیم با شما. عینو مینه کندهار در مساف با تیم ابو مسلم. عینو مینه کندهار که از سمت چپ این بار توپ خواهد زد و تیم ابو مسلم از سمت راست. همراهی بکنید که کدام تیم برنده خواهد شد.